Madame la présidente. De دوستان ببخشید ما خیلی هم دیر اومدم به قول معروف دیر اومده حرفم میزنه ولی جناب مهدیزاده شخصی است که برای من یه ارزش خاصی داره بارها هم اینو گفتم دوستانی که قبلا دیدن شاید تکرار مکررات باشه حداقل یک دو نفری از دوستان که نشدیدن من اولین باری که اومدم واشنگتن سال 1989 بود از میشیگان سالها اونجا بودم اومدم واشنگتن مثل یه پسر بچه‌ای که از دهاتای آمریکا اومده به شهر البته میشیگان هم دانشگاه میشیگان دانشگاه بزرگ بود ولی شهریتی مثل واشنگتن نداشت اومدم به داشتم توی تایسنز کورنر رانندگی میکردم یه ساین بزرگ دیدم نوشته دانشگاه بوعلی سینا بعد همدونی باشی دانشگاه بوعلی سینا رو هم ببینی اصلا مثل که این ماشین این فرمان من کنترلش از دست من خارج شد به چپ و راست و کوچه بس میشم میگه مرداری فقط ساینش میدم اونجا پشت پنجره نوشته دانشگاه بوعلی سینا رفتیم و بالا و دیگه که دانشگاه بوعلی سینا ما تو همدان هم دانشگاه بوعلی سینا اون وقت نداشتیم رفتیم بالا دیدیم به جناب مهدیزاده و چند تا از دوستانشون نشستن و واقعا مثل بورد میدیم بود آقای مهدیزاده نشست بالا و عده‌ای هم نشستن کنار دوربر و ما هم سلام سلام نشستیم پایین که این گوشه و متوجه شدم ایشون آیدیای مثلا ایده بزرگی که داره برای فرهنگ ایرانی، برای نشر فرهنگ ایرانی و به اصطلاح عقاید سالم اجتماعی که به درد هم میخورن اصلا برای من خیلی عجیب بود. بعد کلاسایی گذاشته بودم اونجا کامپیوترای بود و اینا بعد میخوام دانشگاه شدم، میخوام دانشگاه شدنم که این راحتی نیست، باید چیز بگیریم، مجوز بگیریم از ایالت و این حرفا. اتفاقا یه مقدارم کمکشون کردیم، یه استادی درست کردیم از جوانای ایرانی، چندشون میخوان کامپیوتر یاد بگیرن، چند تا چی بالاخره اینا رو درست کردم. چند نفر چند در صدها دانشجو هم ایشون واقعا کامپیوتر یاد دادن، جوانانی که تازه از ایران می اومدن آشنایی به محیط اینجا رو داشتن. و چیزی که برام جالب بود هیچ نه انتظاری از انتظار مالی و انتظار کمک از کسی نداشتن، تمام زندگیشون رو به اصطلاح فعالیت های شخصی و مالیشون در این جهت داشته بودن. برای من آدم های مثل ایشون کمم، برای که من میدونم من خودم نمیدونم چی کاری بکنم، ولی بالا اگر خیلی پول دار بودم شاید این کار میکردم، ولی ارزش انسان هایی که در فعالیت های اجتماعیشون اثر بزرگتر از خودشون میذاره افرادی هستن که در تاریخ ما میمونن. و متاسفانه تاریخ نشون داده کسانی که این نوع فعالیت ها رو میکنن به این راحتی موفق نمیشن، ولی که جامعه ما یک حالت به قول معروف کارانویا پارانوید میداره که هر کی فعالیتی میکنه میگن چرا؟ از کجا؟ این 26 چیه؟ من از جمعه بیست چی چیه؟ با اسم عبجد خدا هست. من از شما چه باید زیاد هم مذهبی نیستم، ولی خب به اعتقاد مردم احترام دارم. اگر یکی مسیحیه، اگر یکی کلیمیه، اگر یکی مسلمونه، اگر یکی بوداییه، اگر یکی به کلمه خدا اینجوری اعتقاد داره هیچ اشکال نداره. فعالیت ایشون هیچ وقت نشده نخواستی بیا من عوض کنه که بیا آقا تو هم عوض کن نظرتو بیا بشون مثل من، ولی میبینم همیشه خوب خواسته برای جامعه. و این جریان 26 رو هر ماه رو الان در حدود چند ماه؟ یک ساله؟ در یک سال میذارن. و حالا نمیدونم، نمیخوام منم جزء گروه پارانویا بشم که تبلیغات مثلا نامناسبی در جهت فعالیت هایشون هست یا بدآگاهی هست. خیلی متاسفم که با این همه زحمات با خوانندگان به این خوبی واقعا شما معرکه و دوستان فرهیخته مثل شما این صندلی ها پر نیست. حالا که یا کوتاهی از ماست یا
پیام درست نیست یا پیام واضح نیست، اونا رو نمیدونن. فقط من یه چیزی میخوام بگم آقای مهدی‌زاده، واقعا ازت تشکر میکنم به عنوان ایرانی. نمیگم همه دنیا دیگه، به خاطر اینکه میدونم شما همه دنیا نیستین، ولی بالاخره همه دنیا از اطرافش دستمون به آذری‌ها بالاخره به نحوی بنده. من هم پدر هم مادرم مجبور بودن ترکیه یاد بگیرن، برای که تعداد زیادی از دوستان و خانواده ما آذری ها جز آذری ها بودن. ولی این به عنوان یه ایرانی که یک انسان سالم با تمام مشکلاتی که برات وجود داره در جامعه ما، این رو ادامه میدی و پشتکار تو برای بچه ها داشتم حرف میزدم، بودم خود پشتکار یک مسئله است که باید هر انسانی در جایش بگیره. حالا هدف من مهم نیست، اگر هدف من بخوام قهرمان بشم باید پشتکار داشته باشم، اگر بخوام دانشگاه برم باید پشتکار داشته باشم، اگر بخوام هر کاری بشم مشکل. این پشتکار شما برای ما درسی است، ازت تشکر میکنم. متاسفم که جامعه ما تا حالا نتونسته این پیام شما رو بگیره. به کمک دوستانی مثل آقای سوربی و فعالین به اصطلاح اجتماعی ما و فعالین میدیای ما، شاید این پیام شما رو بهتر و واضح‌تر به جامعه ما معرفی کنیم و این زحماتی که میکشه این حدر باشه. میدونیم ما در ویرجینیا جایی نداریم زیاد که اینجوری باشه که مثلا موسیقی باشه، شامی باشه، دوستان دور هم جمع بشن و هم بگن بخندن و دو دقیقه یه نفر مثلا بیاد این پیام واضحی داره میگه. در هر صورت از تمام دوستانی که تشریف آوردن به عنوان یه دوست، من خودم یه جا دیگه مهمون بودم، واقعا زود بلند شدیم اومدم که فقط این تشکر از شما بکنم و ازتون واقعا ممنونم و از دوستان خواهش بکنم پیام آقای مهدی‌زاده یک مقدار صریح‌تر به جامعه ایرانی معرفی کنیم، برای که خیلی زحمت کشیدن. من میدونم چه مشکلاتی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ مالی و چقدر از لحاظ زمانی که مثلا غذا رو تهیه کنیم با دوستان تلفن کنیم. اقلا به من سه دفعه تلفن زدیم، اگر به هر کدوم از این دوستان سه دفعه تلفن زده باشیم شما ساعتها در پای تلفن بودیم. از اون تشکر بکنم. سال نو خوبی همه داشته باشیم و به ایرانی بودنمون باید افتخار کنیم و به داشتن افراد مثل آقای مهدی‌زاده و فعالین اجتماعی آقای سوربی خواننده محبوب مثل شما واقعا از این تشکر کنیم. خیلی ممنون هستم.